تفکر و تعمق در کلمات مبارکه مکنونه به مناسبت 200 سالگرد ولادت حضرت رب اعلی. روی زمین یا صندلی بنشینی. مهم این است که در وضعیت راحتی باشی. دست ها را روی زانو قرار دهی. کمرتان باید کاملا صاف باشد. به طوری که هیچ اوسی در بالاتنه ایجاد نگردد. در تمام مدت تفکر باید در این وضعیت باشی. ولی اگر احساس خستگی کردی، برای لحظاتی چند از این حالت در آمده کمی استراحت کنی. حال برای مدتی کوتاه به آرامی نشسته و بی حرکت باشی. توجهتان را به نفس کشیدنتان معطوف دارید. دم، بازدم، دم، بازدم. سعی نکنید نفس کشیدنتان را کنترل کنید. عادی نفس بکشید. به دم و بازدم خود توجه کنید و ببینید کدام طولانی تر است. کدام قسمت متأثر می شود؟ ششها یا شکم؟ آیا نفس کشیدنتان تأثیری در پشت بدنتان دارد؟ حالا برای چند لحظه چشم‌ها را ببندید و به هر نقطه‌ای که دوست دارید تمرکز کنید، مانند روزه مبارکه، مقام حضرت رب اعلی، شمایل مبارک حضرت عبدالبها و یا هر آنچه باعث تمرکز شما می شود. حال از شنیدن آیات ملکوتی حضرت بهاءالله محظوظ شوید. کلمات مبارکه مکنونه فراز شماره 67. ای پسران و بدانی چون صبح نورانی
از افق قدس صمدانی بردمد، البته اسرار و اعمال شیطانی که در لیل ظلمانی معمول شده ظاهر شود و بر عالمیان هویدا گردد. ای پسران وحی، ای پسران وحی، بدانی چون صبح نورانی، بدانی چون صبح نورانی از افق قدس صمدانی بردمد، از افق قدس صمدانی بردمد، البته اسرار و اعمال شیطانی، البته اسرار و اعمال شیطانی که در لیل ظلمانی معمول شده، که در لیل ظلمانی معمول شده ظاهر شود و بر عالمیان هویدا گردد. ظاهر شود و بر عالمیان هویدا گردد. ای پسران وحی، ای پسران وحی، ای پسران وحی، بدانی چون صبح نورانی، بدانی چون صبح نورانی بدانی چون صبح نورانی از افق قدس صمدانی بردمد، از افق قدس صمدانی بردمد، از افق قدس صمدانی بردمد، البته اسرار و اعمال شیطانی البته اسرار و اعمال شیطانی البته اسرار و اعمال شیطانی که در لیل ظلمانی معمول شده، که
که در لیل ظلمانی معمول شده، که در لیل ظلمانی معمول شده، ظاهر شود و بر عالمیان هویدا گردد، ظاهر شود و بر عالمیان هویدا گردد، ظاهر شود و بر عالمیان هویدا گردد، حال به آیاتی که تلاوت کردی توجه نموده و دقایقی در آن تفکر نمایی و بیندیشید که این آیات به چه نحوی بر شما و زندگی روزانه تان تأثیر خواهد داشت.